احتمال طوفان و سیل برای بار دوم در هامبورگ. وزیر داخلی آلمان: پناهجویان افغانستانی شانس زیادی برای ماندن در آلمان دارند. سلام، به کانال یوتیوب تلویزیون اینترنتی افغانستان خوش آمدید. طوفان‌های شدید دریای شمال آلمان را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد و احتمالاً سیل را به سمت دریای آلب حرکت می‌دهد. تا مانند هفته قبل بازار معروف ماهی هامبورگ را زیر آب کند که این حادثه برای بار اول نیست. در واترکانگ، یعنی در سواحل آلبه و دریای شمال در شمال آلمان، مردم به این واقعیت عادت کردند که آبگاهی اوقات بالاتر از حد معمول بالا بیاید. اما در چند هفته گذشته بلند رفتن سطح آب افزایش یافته است. اگر باد از سمت شمال غربی بیاید، بخش بزرگی از آب را به سمت آلبه و در نهایت به سمت هامبورگ هدایت می‌کند. به هر حال این کلان شهر میلیونی 100 کیلومتر با دریای آلبه فاصله دارد. اما با این وجود چندین بار بازار معروف ماهی هامبورگ زیر آب رفته است. فضای گردشگری بندر شهر هانسی هم صبح شنبه تا حدی زیر آب رفت که خسارات فقط بر یک موتر وارد شد که این دوراندیشه موتروان‌های دیگر را نشان می‌دهد. با این حال تنها یک موتر باید از آب بیرون می‌آمد تا در آب غرق نشود. با این حال به طور کلی پلیس با آتش نشانی هیچ عملیات عمده یا وضعیت خطرناکی را در هامبورگ گزارش نکردند. طوفان بعدی احتمالاً فرا خواهد رسید. آژانس دریانوردی فدرال نسبت به وقوع طوفان شدید در سواحل فریزی شرقی و شمال فریزی و در منطقه ویسر و آلبه برای صبح و شب شنبه هشدار داده بود. در هفته گذشته نیز چندین طوفان در شمال رخ داده بود. آخر هفته گذشته طوفان نادیا شمال آلمان را با تندبادهایی گاهی طوفان مانند فرا گرفت و باعث شد که آتش نشانان عملیات زیادی را انجام دهند. دو موج طوفان که یکی از آنها شدید در سواحل دریای شمال و آلبر رخ داده است. بازار ماهی هامبورگ دو بار زیر آب رفته است. اداره دریانوردی آلمان پیش بینی می کند سطح آب در روز دوشنبه دوباره افزایش خواهد یافت که به صورت قطعی این پیش بینی تایید نشده است. وزیر داخلی آلمان: پناهجویان افغانستانی شانس زیادی برای ماندن در آلمان دارند. وزیر داخلی آلمان برای پناهجویان افغانستانی ها شانس خوبی برای ماندن در آلمان می‌بیند. به قول وی مهاجران افغانستانی ها حتی پیش از تصمیم گیری در مورد درخواست پناهندگیشان می‌توانند از برنامه‌های ادغام در این کشور مستفید شوند. بر اساس ارزیابی جدید نانسی فریزر، وزیر داخلی آلمان فدرال، افغانستان در آینده یک کشور مبدع برای چشم‌اندازهای خوب برای ماندن شهروندانش در آلمان خواهد بود. به قول وی این امر به پناهجویان این کشور که حالا بار دیگر توسط گروه طالبان اداره می‌شود، این امکان را می‌دهد که حتی پیش از تصمیم گیری در مورد تقاضای پناهندگیشان در کورس‌های ادغام که با بودجه دولتی تمویل می‌شوند شرکت کنند. خبرگزاری آلمانی DPA از قول حلقات حکومت آلمان فدرال گزارش داده است که فیزر در مورد این ردبندی برای افغانستان تصمیم گرفته است، با اینکه در سالهای اخیر معیار موسوم به نرخ حفاظت کلی که بیش از 50% تعیین شده است هنوز به دست نیامده. به این ترتیب وزارت داخلی آلمان دیدگاه هوبرتوس هایل، وزیر امور کار این کشور را تایید کرده است که به پناهجویان افغانستانی که بعد از اول آگست 2019 وارد آلمان شدند باید اجازه دسترسی به کورس‌های آموزش زبان و حرفه داده می شود. باید اجازه دسترسی به کورس‌های آموزش زبان و حرفه داده شود. هورسی هوفر، وزیر داخلی پیشین آلمان، تغییر ردبندی افغانستان را رد کرده بود. تصمیم گیری جدید وزارت داخلی آلمان در مورد ردبندی افغانستان به اساس طرح پیشنهادی این وزارت چنین توجیه شده است که معیار نرخ حفاظت کلی برای افغانستان به گمان اغلب در آینده افزایش خواهد یافت. خبرگزاری DPA همچنان گزارش داده است که با آن هم در اداره امور مهاجرت وزارت داخلی آلمان در این رابطه تردیدهایی وجود دارد. این تردیدها در یک رأی‌گیری ویژه چنین توجیه شدند که پیشبینی معیار نرخ حفاظت کلی در قبال افغانستان به اساس کدام معیار عینی انجام شود. معیار موسوم به نرخ حفاظت کلی در مورد اتخاذ تصامیم مثبت در مورد تقاضاهای پناهندگی برای شهروندان کشورهای خاص تعیین کننده است و حفاظت محدود از پناهندگان و ضمناً ممنوعیت اخراج آنها را شامل می شود. در حال حاضر در آلمان کشورهای سوریه، اریتریا و سومالیا به عنوان کشورهای مبدا با چشمانداز خوبی برای اقامت رده‌بندی شدند. معیار این رده‌بندی این است که بیش از 50% پناهجویان این کشور
کشورها در آلمان حفاظت یا قبولی دریافت می‌کنند. برای افغانستان این نرخ در 7 ماه اول سال گذشته میلادی حدود 39% بوده است. پس از آن تصمیم گیری در مورد درخواست های پناهندگی مهاجران افغانستانی ها در آلمان به تعویق افتاد، زیرا اداره فدرال امور مهاجرات و پناهندگی منتظر ارزیابی جدید وضعیت افغانستان از سوی حکومت فدرال آلمان بود. از اول دسامبر سال گذشته به این طرف تصمیم گیری ها در مورد درخواست های پناهندگی افغانستانی ها بر اساس دستورالعمل های جدید صورت می گیرد. اردوی آلمان در پایان ماه جون 2021 پس از 20 سال سربازان خود را از افغانستان بیرون کشید. در پی بیرون رفتن همه نیروهای مسلح خارجی از افغانستان، گروه طالبان در میانه ماه آگوست دوباره قدرت را در سراسر افغانستان به دست گرفت. از اینکه ما را در این ویدیو همراهی کردید جهانی سپاس. ممنون از اینکه ما را در این ویدیو همراهی کردید.